با درود خدمت شما فرهنگ دوستان عزیز، به برنامه جاده های شیشه‌ای خوش آمدید. موضوع این برنامه امشب یادواره است از بانو طاهره قرة‌العین که من به اتفاق دوستان عزیزم خانم شادی که در سمت راست من قرار دارن، خانم پرشیا که در سمت چپ من و آقای حیدری به همراه تکنوازی آقای آیدین باشد که این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد. نام کامل او فاطمه زرینتاج برقانی قزوینی است. نام‌های دیگر طاهره قرة‌العین، زرینتاج، زکیه و هنده می باشد. مردم قزوین وی را با نام دختراغا می شناختند. طاهره در یک خانواده روحانی شیعه در قزوین به دنیا آمد. مادرش آمنه خانم قزوینی و پدرش ملا محمد صالح برقانی هر دو مجتهد بودند. علاوه بر این پدرش به واسطه تفسیر قرآن و تألیف بیش از 300 کتاب دینی شهرت و مرجعیتی در میان اهالی قزوین داشت. خانواده مادری او پیرو شیخیه، اما خانواده پدری از اصولیان معتقد بودند. وی 3 برادر داشت و 1 خواهر که او بزرگترین فرزند خانواده بود. او همچنین عروس عمویش محمد تقی برقانی بود و با پسر عمویش ملا محمد برقانی ازدواج کرد. حاصل این ازدواج 3 فرزند پسر و 1 فرزند دختر بود که هیچ کدام از مادر خود در زمینه گرایش به شیخیه و سپس گرویدن به باب پیروی نکردند. ای به سر زلف تو سودای من، و از غم هجران تو قوقای من، لعل لبت شهد مصفای من، عشق تو بگرفت سراپای من، من شده تو آمده بر جای من، من شده تو آمده بر جای من. گرچه بسی رنج غمت بردم، جام پیاپی ز بلا خوردم، سوخت جانم اگر افسردم، زنده دلم گرچه ز غم مردم، چون لب تو هست مسیحای من.
چون لب تو هست مسیحای ما. طاهره در کودکی حافظ قرآن بود و به حل مسائل فقهی علاقه نشان می‌داد. او توانست تحصیلات عالی حوزوی نزد پدر و مادرش و همچنین سایر اعضای خانواده داشته باشد. وی ادبیات و شعر پارسی را نزد مادر خود و فقه، اصول، حدیث و تفسیر را نزد پدر، برادر و عمویش فرا گرفت. طاهره اندکی پس از ازدواج به همراه همسرش برای مدت 13 سال به کربلا و نجف رفت و تحصیلات در زمینه فقه، کلام و سایر علوم دینی را دنبال نمود. موفق شد در کربلا در محضر سید کاظم رشتی تدریس کند و در سال 1841 به همراه همسر و خانوادهش به قزوین بازگشت. گنج منم، بانی مخزن تویی، سیم منم، مالک معدن تویی، دانه منم، صاحب خرمن تویی، هیکل من چیست اگر من تویی، گر تو منی چیست هیولای من، گر تو منی چیست هیولای من. من شدم از مهر تو چون ذره پست و از قدح باده عشق تو مست، تا به سر زلف تو داریم دست، تا تو منی من شدم خودپرست، سجدگه من شده اعضای من، سجدگه من شده اعضای من. در این مدت همسرش به تحصیل نزد ملا محمد قزوینی از روحانیون اصولی پرداخت و طاهره به شیخیه گرایش داشت. در بازگشت به قزوین این دو از یکدیگر جدا شده و پس از وقفه‌ای 3 ساله در سال 1844 طاهره به همراه خواهر و شوهر خواهرش به کربلا بازگشتند. در طول این 3 سال طاهره افکار جدید شیخی را به صورت علنی تبلیغ می کرد. همچنین باعث شده بود تا همسر، عمو و پدرش او را به خاطر گرایش به شیخیه سرزنش کند. او را از مطالعه بیشتر افکار شیخی برحذر کردند. منابع اولیه موجود در مورد سالهای بعدی زندگی طاهره متناقض است. باقیم از یاد خود و فانیم، جرعه کش باده ربانیم، سوخته وادی حیرانیم، سالک صحرای پریشانیم، تا چه رسد بر دل رسوای من، تا چه رسد بر دل رسوای من. بر در دل تا ارنه گو شدم، جلوه کنان بر سر آن کو شدم، هر طرفی گرم هیاهو شدم، او همگی من شد و من او شدم، من دل و او گشت دلارای من، من دل و او گشت دلارای من.
بیشتر منابع چنین می نویسند که طاهره زمانی که احتمالاً از طریق ملا علی بسطامی اخبار دعوت سید محمد باب را شنید به کربلا بازگشت، اما طاهره در نامه‌اش به پسردایی خود ملا جواد ولیانی تأکید کرده است که او زمانی که در قزوین بوده در مورد ظهور باب شنیده است. در سال 1846 طاهره برای مدت 6 ماه به کاظمین رفت و در آنجا به تدریس پرداخت. او در این شهر به فتوای خود گاهی در گرما روبنده از صورت برمی گرفته است و در سایر مواقع تدریس او به مردان از پس پرده انجام می شده. دل اگر از توست چرا خون کنی؟ ورز تو نبود چه مجنون کنی؟ دم به دم این سوز دل افزون کنی، تا خودیم را همه بیرون کنی، جای کنی در دل شیدای من، جای کنی در دل شیدای من. دست قضا چون گل آدم سرشت، مهر تو در مزرعه سینه کشت، عشق تو گردید مرا سرنوشت. فارغم اکنون زه جهیم و بهشت، نیست به غیر از تو تمنای من، نیست به غیر از تو تمنای من. در همین زمان فعالیت‌های طاهره باعث آزردگی خانواده او در قزوین شد. همچنین کارهایی مانند کشف حجاب باعث رواج شایعاتی در مورد بی اخلاقی‌های طاهره شد. در چنین موقعیتی پدر طاهره از طریق خیشاوندی در عراق والی عراق را ترغیب نمود که طاهره را به ایران بازگرداند. مدتی بعد طاهره به دستور حاکم عثمانی از عراق اخراج شد. عشق به هر لحظه ندا می کند، بر همه موجود صدا می کند. هر که هوای ره ما می کند، کی حذر از موج بلا می کند. پای نهد بر لب دریای من، پای نهد بر لب دریای من. هندوی نوبت زن بام تو هم، طایر سرگشته به دام تو هم، مرغ شباویز به شام تو هم، محفظ خود زنده به نام تو هم. گشته ز من درد من و مای من، گشته ز من درد من و مای من. سرانجام طاهره بعد از 3 سال به قزوین بازگشت. در قزوین پدر طاهره تلاش کرد تا وی را از آیین باب منصرف کند و به خانه شوهرش بازگرداند، اما این تلاش ناموفق بود. در مورد پایان زندگی طاهره عقاید و نوشته‌های متفاوتی موجود است که نهایتاً گفته می شود وی در اواخر زندگی در منزل محمود خان کلانتر تهران محبوس و در سال
268 شبانه وی را به باغ ایلخانی محل فعلی بانک ملی برده و خفه کردند و جسدش را در چاهی انداختند. وی هنگام مرگ 35 سال داشت. کعبه من خاک سر کوی تو، مشعل افروز جهان روی تو، سلسله جان خم گیسوی تو، قبله دل طاق دو ابروی تو، زلف تو در دیر چلیپای من، زلف تو در دیر چلیپای من. شیفته حضرت علاستم، عاشق دیدار دلاراستم، راهرو وادی سوداستم، از همه بگذشته تو را خواستم، پر شده از عشق تو اعضای من، پر شده از عشق تو اعضای من. خب عزیزان بیننده، تا اینجای برنامه همراه ما بودید، بسیار سپاسگزار و خرسندیم از اینکه ما رو به مناظر خودتون دعوت کردین. برنامه جاده‌های شیشه‌ای طبق روال هفتگی هر هفته مهمان مناظر شما عزیزان خواهد بود. همینجوری که مشاهده کردید با صدای زیبای خانم پرشیا، خانم شادی و همینطور دوست بسیار گرانقدرم خانم کیاندخت و با تکنوازی آیه آیدین این برنامه رو تا اینجا پیش بردیم و امیدواریم که تا اینجای برنامه به شما عزیزان خوش گذشته باشه و لذت برده باشین. از دوستان شعر و ادب و از فرهنگیان و از فرهنگ دوستان دعوت میکنیم اگر دوست داشتن در این برنامه شرکت بکنن، دستشون رو صمیمانه میفشاریم. این برنامه تعلق به شما جامعه ایرانی داره، بنابراین هر کسی که گویش فارسی خوب داشته باشه، شعر و قشنگ بتونه دکلمه بکنه، ما دوست داریم که با ما تماس بگیرن، با شبکه تماس بگیرن تا ما بتونیم در برنامه‌های آتی از وجود این عزیزان استفاده ببریم. ناگفته نماند که شب‌های شعرمون کماکان داریم روش کار می‌کنیم که از اوایل ماه مارچ در تورنتو کانادا به نحو چشمگیری این برنامه انجام بشه و چون شبکه جهانی خانه ایران از طرف HTV نتورک این برنامه رو به صورت جهانی داره برادکست میکنه و نشون داده میشه در سر تا سر جهان، امیدوارم که دوستان شعر و ادب و فرهنگیان بتونن در این برنامه شرکت بکنن. از همکنون با شماره تلفن‌های شبکه 289-597-6488 یا 289-597-7488 یا طریق ایمیل از info@htvnetwork.ca با ما تماس بگیرن تا بتونیم حضور این عزیزان رو در برنامه‌های آیدی تضمین بکنیم و پیش ببریم. بینندگان عزیز، در انتهای برنامه هستیم و از خانم کیاندخت دعوت میکنیم یکی از سرودهای زیبای خانم قرة‌العین رو برای شما اجرا بکنن و بلافاصله پشت سرش برنامه داریم که اونم به شما عزیزان نشون خواهیم داد. شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم تا هفته آینده. روز روزگار به شما عزیزان خوش باد. در ره عشقت ای صنم، شیفته بلا منم، چند مغایرت کنی، با غمت آشنا منم. پرده به روی بسته ای، زلف به هم شکسته ای، از همه خلق رسته ای، از همگان
جدا منم. شیر تویی، شکر تویی، شاخ تویی، قمر تویی، شمس تویی، سمر تویی، ذره منم، هوا منم، نخل تویی، رطب تویی، لعبت نوش لب تویی، خواجه با ادب تویی، بنده بی حیا منم، دیر تویی، حرم تویی، کعبه تویی، صنم تویی، دلبر محترم تویی، عاشق بی‌نوا منم، شاهد شوخ دلربا گفت به بزم من بیا، رسته ز کبر و از ریا، مظهر کبریا منم. طاهره، طاهره خاک پای تو، مست می لقای تو، منتظر عطای تو، معترف خطا منم، معترف خطا منم. در عشقت ای صنم، شیفته بلا منم، چند بقای رد کنی با غمت آشنا منم، پرده به روی بسته ای، زلف به هم شکسته ای، از همه خلق رسته ای، از همه گان جدا منم. شیر تویی، شکر تویی، شاخ تویی، ثمر تویی، شمس تویی، قمر تویی، ذره منم، هوا منم. شاهد شوخ دل ربا گفت به سوی من بیا، رسته ز کبر و از ریا، مظهر کبریا منم. نخ تویی، رطب تویی، شاهد نوش لب تویی، خواجه با ادب تویی، بنده بی حیا منم. شاهد شوخ دل ربا گفت به سوی من بیا، رسته ز کبر و از ریا، مظهر کبریا منم. نخ تویی، رطب تویی، شاهد نوش لب تویی، خواجه با ادب تویی، بنده بی حیا منم. عشقت ای صنم، شیفته بلا منم، چند مغایرت کنی با غمت آشنا منم،
پرده بروی بسته ای زود به هم شکسته ای از همه خلق رسته ای از همه گان جدا منم شیر توی شکر توی شاه توی سمر توی شمس توی قمر توی زل منم هوا منم طاهر خاک پای تو مست می لقای تو منتظر عطای تو معترف خطا منم نخ توی رتب توی شاهد نوش لب توی خواجه با ادب توی بنده بی حیا منم خواجه با ادب توی بنده بی حیا منم خواجه با ادب توی بنده بی